سواری اومده آقا. هرچی که براد مراده داشته باشه کاتو شلواری اومد خود شلوار پیرن آهن گیاهن کشتی هواپیما موتورسیکلت دوچرخه هرچی که داشته باشید میخرید. در یک توده دل انگیز بهاری اکبر در حال نوش تنه خود شلوار پارتو آهن کشتی هواپیما هرچی که داری خریداری موبایل کامپیوتر دست جنبان خریداری هرچی که داری میخری خود شلوار پارتو کشتی هواپیما هرچی که داری میخری کشتی میخری موبایل ببین داداش اونم بار کلی مشتری پاش خوابیده چون بهترین منطقه و بهترین جا جاشم که وسیعه حالا به دلیل رفاقت ما با شما داریم را میاییم ولی اون قیمت که من گفتم مناسبه خالی خالی هم هستش دیگه خود دانی تمام لوازم صوتی و مسائل خودتو میتونی اونجا تخلیه کنی و جاشم امنه امنه هرچی که داشته باشید میخرید مسواک شکسته دمپایی پاره اونم نه خیلی پاره پاره ببین دیگه کمتر از اون من باید را نمیام حالا خود دانی بعد از اون دم مغازه میگه این کارو تموم میکنی تصمیم آخرتو بگیر ها قربونت برم باش از دست زیاد مبل صندلی میز تخت خواب هر چی که داشته باشید میخرید ما خریداریم موبایل ببخشید تلفن همراه خریداریم مانیتور مینیاتور کوچیک و بزرگ همه جور خریداریم هر چی که دارین میخریم آقا جان خریداریم ما سمساریم بله آقا جان چیزی داری بفروشی چی میگی بگو بابا حرفتو بزن بگو ببینم ما خریداریم آقای محترم اگر ممکنه آقای آرومتر آرومتر چیه ما نمیتونه آرومتر باید داد بزنم که بشنون اینجوری که درست نیست آقا جان سمساریم هر چی که داری جنتلمنتری بفروشی هر چی که داری بردا بیار بابا چرا آخه داخل اون صحبت میکنی من این ابزار کارمه آقا جان سمسار اومده هر چی که داری ما میخریم گیم شکسته مانیتور موبایل آی کامپیوتر دست دوم دست اول نو کنه هرچی که داریم آقای عزیز یه مقداری آرومتر مردم احتیاج به آرامش دارن ما به آرامش ما آرامش مردم چیکار داریم مرد حسابی ما میخوایم کاسبی کنیم مشتی چند سجه نون داریم مگه غیر از اینه آدم کاسب باید کاسب باشه نون داره بله آقا جان آقای عزیز اجازه بده بابا کار زندگیمون برسه بیا برو تو هرچی از فردا ببر ولی آرومتر هرچی جنس داری بردی بیار بیرون من خریدارم عجب بساطی ها آقا جان ما خریداریم آقا بیا تو داداش کجا بیا تو کاری داری بگیر اینو اگه جنسمنت بیا تو بابا بیا تو باید کار داره ای بای بیا تو باید کار داره بابا کجا میبری منو بابا میبرم ات بابا دایی تو چی میکنی هر حرف دیگه هم بزنی چی شده سب کن بابا این سمسوره رو میگم ببر بیا ببرم ات انبار میگه نه من نمیام آخ گفتی من خیلی وقت دنبالشم انبار چه فکر خوبی بابا بلند کنی من انبار نمیام بابا یه دقیقه تو بیا نباشه آخه یه دقیقه بایست تو بابا چی کارش داری اون بند خدا رو من میخواستم فقط داشت میگم بذاره آرومتر چرا؟ تموم شد
بپر بده. چیه؟ جنس های انبار ما خنده داره؟ نه داداش، میخواد به سر مال بزنه واسه اینه میخنده. بابا شما دیگه چی هستین؟ من فکر کردم میخوایم بریم تو لتو پارم کنیم. مگه ما پدر کشتگی با کسی داریم؟ آقا بسر ببخشینا، خیلی نوکرتم. خواهش میکنم. میدونی این بلنگو هم ابزار دست ماست. بله. اگه ما سر صدا نمیکردیم شما از کجا میفهمیدین که من اومدم بیاین این جنسه آشغالیتون رو بار ما کنه ببره؟ چی شد چی شد؟ نفهمیدم. بی خودی سر مال نزن، تو دهوام نخته این نکن. فهمیدی اکبر جون؟ بپر بالا پشتمون، یه مدار خفت داریم، اونا رو برد بیار. ببین از خر اکبر، اول جنسه این انبار رو تکلیفش رو روشن کنیم، خالی کنیم بره بعدا. نه قاسم جون، جنسه های بالا پشتمون مهمتره. برو اکبر جون. یادش من کار دارم، به خود قسم نصفه مونده. من فقط باید بیرون به این آقا بگم که مثلا آرومترم، من کار دارم. اکبر بیا برو بالا، هر وقت ما با تو کار داریم آقا قصه تو ناتمومه. بیا قربونت، بیا برو بالا. بیا. میگم این جنسا برای انقدر قصه نکن. به خدا بابا یه خودم به خونه بره. برو خودت ببین اوتا بپر بالا پشتو ببین برو اکبر. آها باشه، چون دوستت دارم. بودو دیم آقا این جنس بونجلو برد ما نوکرتیم. بونجل نیست که همش عقیقه هست. خیلی نوکرتم. همه این جنسا رو باید جارو کنی بری انبار. خالیه خالی، همش مال تو. آره خب پس من با اجازهتون برم یه سر به ماشینم بزنم. دمت گرم، زود برگردم. ببین اینم بذار اینجا، زود برگردم. گروکشی آره. میکنی؟ نه بابا، برو قرمون شکلت، من دوستت دارم. چی شد خاصه؟ خب تکلیف اینجا معلوم بشه، خیالمون راحت شه. نفهمیدم چی تو کلته؟ چه خوابی واسه انبار دیدی؟ چه خوابی مرد حسابی؟ انبار رو ببین، آشغال دیگه، همش بنجل دیگه. یه دور رد کنیم بره خیالمون راحت شه دیگه. دیگه چه خوابی دیدی؟ بازم رفتی سراغ خاطرات؟ یاد آقام افتادم، دارم ورشش نگاه میکنم. خدا رحمتش کنه، ما با خاطراتمون زنده ایم. خب خاطراتمون زنده است. گره بلد نیستم که، امیدوارم باز نشه. ای اکبر چه رفت رو پشت بوم؟ برم ببینم چی شده. بگیرش قاسم، نیفته بود سر داره میاد پایین. صندلی لویه 14-15 باید باشه. نه 17. آره آره. آها آها. این که خیلی کنه است که بابا. ببین اومدی بازم نسازی ها. این کنه است بابا، این اصلا به درد نمیخوره. چی چی تیغه است مرد. سلام آمیزا. سلام علیکم. سلام. چیه چه خبره؟ دارین اصاب کشی میکنین؟ نه آمیرزا، این آقای خیلی خیلی محترم رو آوردیم که این اسباب اساسی های اضافی و بلا مصرف انبار رو ردش کنیم و بره. در ضمن به اکبرم گفتیم بالا پشتبون رو خلوت کنه، سخت چی که میکرد بدیم آسفالت کنه، خیالمون راحت شه. این هم میخواه ردش کنیم؟ بابا آره دیگه، دیگه به درد نمیخوره آمیزا. البته تانلش یادش به خیر که دوباره تو ذهنم زندش کردی. چی رو آمیزا؟ بابای خدا بیامرزم، سالها رو همین صندلی که قرار از این خونه بره بیرون میشسته و واسه من داشتم قصه میکن. سالها روش میشست، چون خدا بیامرز پادر داشت نمیتونه رو زمین بشه. این آخر سریام صندلیشی میذاشتم دم در تو کوچه، میشست و آبرین سیر میکرد، سلام میشنید و علیکی میگفت. آخرشم رو همین صندلی چشماشو بس و دیگه باز نکرد. آه مشتی، نه اندازه زیر دیگ بسوزونیش،
یه دست روش بکشی بازم میتونی ازش استفاده کنی. بله. نذاشتم یه قطره آب بهش برسه نکره خدا رو نکرده خراب شه. چشم پدر جان رو تخم چشام. ولی میدونی آخه اینا جنسای قدیمی کهنه است دیگه، به درد نمیخوره که. جد این که جاتونو تنگ کنه چیز دیگه هم هست؟ نه نمیخواد، این فروشی نیست. اصلا برش میداریم. بابا شوخی کردم، شوخی هم سرت نمیشه. خریدارم. چقدر بودم؟ چند؟ نمیخواد. چند؟ خاطرات چند میدن؟ خاطرات آقا جون فروشی نیست، نمیخواد. ای بابا. ببین آقا جون شما خودتون ناراحت نکن. من میذارم توی گوشه انبار محفوظ بمونه. اصلا خودش ناراحت نکن. متشکرم پسرم. من برم یه روزنامه بخرم برمیگردم. برو آقا جون. مواظب خودت. نیفته رو سرت. بابا من کار دارم به خدا. اکبر بیا پایین بابا، بیا پایین دیگه، بالا پشت اون کاری نداریم. سلام بچش، خودت هم بیا پایین. خیلی خوب بابا، خیلی خوب. دیگه بالا پشت اون باید کاری نیست، بیا پایین. خب داداش، اینم این دوچرخه. خوب بساکش، خودت خیلی بساست. بابا نه راستیک داره، نه فرمون داره، نه زین داره، نه قالپاق داره. بسته بسته بسته، تو فرمون هیدرولیک که بعد هم تمام لاستیکش فابریک ضد ضربه است. این که دوچرخه منه اکبر، تو از همه جنس های بال پشتم چون دوچرخه منه آوردی؟ خب من چیکار کنم، همین یه تیکه به درد بخور بود اون بالا. یادت اکبر وقتی کلاس نهم قبول شدم آقا جون دوچرخه رو باسم خرید؟ یادت اکبر؟ مگه میشه یادم بره؟ داداش تو سوار این دوچرخه میشدی دور تا دور این حیات صبح تا شب میچرخیدی. داداش یادته من هر که سوار میکردی با هم از خونه میزدیم بیرون؟ یادته یه بار با هم رفتیم امامزاد حسن؟ آره قدرت یادته داداش؟ عجب یادته با من. گفتی اکبر یادته اون رو چقدر پدر من در بردی از بس نخ زدی گشنمه تشنمه. یادش به خیر. کارت عروسی تو ریحانه رو با همین دوچرخه پخشش کرد. بالاخره نفهمیدیم این دوچرخه فروشی هست نیست، تکلیف ما چی آخه؟ ببین ببین اسمت هم نمیدونم. خوشگل پسر. نوکر شما بویک آقا. آه چه اسم قشنگی داری. منم قاسم بهرامی هم قرمون شکل. نوکرت هم هستم. ببین داداش خاطرات خوشه اصغر و داش اکبر رو که نمیشه فروخ که، اصلا بیمعرفتیه. ببین عزیزم اکبر جون برش دار ببر همون بالا بذار. نه قاسم جون نه، بالا پشت اون از بین میره، میذارمش تو انبار، از برف و بارون هم محفوظ میمونه. آره جاش بگیر. آره خیلی خوبه. اصلا آقا بابا نصف انبار مال تو نصفش هم مال من، قال غذایی رو بکنیم دیگه. دیدی دیدی گفتم تو یه خوابی واسه انبار دیدی؟ بابا خواب چیه مرد سر؟ خیلی خوب خیلی خوب باشه باشه، ولی این دوچرخه رو رد نکنی برای. نه خدا حافظ. کجا بابا جونم از شما که بابا فروشنده نیستین، از تو عکاسی بینداختین منو. بابا کلی جنس تو انبار هر کدوم خواستی بردار. خیلی خوب جنسی که تو تاریکی نمیشه دید که، اگه جنسی داریم بیاریم تو چنه آدم ببینید چی چیه بخریم دیگه. خیلی خوب باشه. ببین اکبر چشم این شعلای قشنگی، من یه قرار کاری مهم دارم. حمیدی تو با قاسم کمک کن چه سوری بیاریم بیرون. خیلی خوب من رفتم. داداش به خدا من کار دارم بابا، به خدا قسم بده تو چه جوری باورش نمیشه. اکبر جون قربون شکلت، ناز نکن ناز نکن، بیا بریم اینا رو خالی کن. بابا یه خورده ورزش کنی مخت هم میدونی فعالتر میشه. بیا بریم اون موقع دیگه برای این خانه قدیمی قد آب نمیبندی. چیزای آنتیک با صد آوردم. آنتیک بیا بیا اکبر بودو بودو. این قالی
بچه ها قدیمی ها قیمتی ها. ای بابا قربون شکرت برم، هر چیزی که قدیمی بود قیمتی نمیشه که. یه بار دیگه سر مال بزنی میزنم تو سر تا. دم شما گرد، من قرار نبود لفیق باشیم. آخه داره میزنی رو سر مال. من حقیقت رو میگم. اینجا چه خبره؟ سلام خانم بزرگ، از نتاقه اومدن که این جنس پنس ها یعنی خرپت ها رو بخرن. البته از خر میگو اگه انبار خالی بشه بهتره. اینا رو فروختی؟ نه هنوز نفروختیم، پولی هم نگرفتیم. آقا صاحب مال ایشونه. خانم بزرگ این فرشا چقدر قیمت داره؟ یعنی ارزشی چقدره؟ خیلی با قول اکبر نجومیه. بله نمیشه حساب کرد. درسته. ببخشین خانم بزرگ، بفهمیم ببینیم این قالیچه حضرت سلیمونه یا زیرخاکی و از قطبهای مارلیک در اومده بیره. دست تو بنداز صرف بزن خانم بزرگ. منظورم ارزش معنوی اوناست. مادر خدا بیامرزم پول رو پول گذاشته تا اون فرشا رو برای جهازم خریده. وقت شما همینجوری میخوان بفروشینش؟ آقا سم جهیزیه عزیز. بابا کجا میبره اینا رو؟ من پول براش دارم میدم. شرمندم جهیزیه عزیز فروشی. ببره. پس ما چی بخریم از اینجا ببریم؟ ما چی بفروشیم؟ این تخت رو بردارم. قاسم یادت این تخت؟ آره همچین خاطر خوشی هم ندارم، مثل که خودم زدم پایاشو شکستم. واسه چی؟ واسه چی نداره؟ شیش ماه آزگار ما میرزا رو روی این تخت این ور اون ور میبردیم که ببینیم آخرش. لا اله الا الله. چه روزای سختی هم بودا. بله این که به درد ما نمیخوره دوزارم نمیارزه. داداش مفت ببر تمومش کن، این تخت رو اینجا بردار ببر. مفتم بخوام ببرم تا دیگه شرط و شروط داره. اونم این هستش که ببرین خودتون تختاشو سوا کنی، میخواشم سوا کنی. مواظب باشین اون پای اصلیش نشکنه ها. آره با اون رو تو گونی بدین من توی تا ما بتونم ببرم. چطوره کاتو پیچش هم بکنی؟ عیبی نداره. اکبر این کار تو ساد ترتیبش رو به دست شرش راحت. آخه من یه چیزی میگم، میگم بابا اینکه کاری به ما نداره، بذار گوش حیات باشه. من صبح که میرم و شبا برمیگردم یه لگدی بهش بزنم این عقدم خالی بشه. بابا اکبر بذار اینو بردارم ببرم. بذار ببره دیگه. چی لازم؟ آخه برای چی لازم میشه؟ تو شب نه هندونه من تو هوت میشینی روش نتونستیم بفروشیم. لذت میگیریم. حالا چرا آقا تو چی داری میگی اصلا؟ لازم لازم اگر پات بشکنه پات دراز میکنه راحت راحت لازم اگه پات چیکار کنه اینجا جات بدنی تو سر هم دیگه تخت نخوره بابا باستا ببینم آقا جان قربون شکل تو چقدر کم طاقتی بابا گندش درآوردی شما مسخره کردی منو دست رو هر چی می‌داریم یا خاطری تلخ ازش چین یا شیرین با این تلخ و شیرین شما رو کشتین آخه بس من چی از اینجا بردارم ببرم بابا تو که نه کم طاقت باشی اینجا این همه جنس هست هر کدومو می‌خوای برداری ببر ببر ای بابا بابا سماور ببین سماور نفتی سماور زغالی ببین اجاق گاز بخاری دیگ دیگ روی دیگ مسی این همه دبه مبه تازه تو انبار پره برو یه نگاه بنداز ببین ببین این چرخ خیاطی رو تو لنگش کجا میتونی گیر بیاری مرد حسابی من میخوام تو رو کاسبت کنم این چرخ خیاطی قرازت به درد زبال دنیا هم نمیخوره ما چند بابتش بدین تو ببین بویک آقا نداشتیم ما قرازه ما چرخ خیاطی ببین آقا قاسم اصلا کی به شما اجازه داد این چرخ خیاطی رو بفروشین اینم خاطر پیدا کرد ببین خانم معلم این چرخ خیاطی 4 سال گوشه انبار خاک خورده دیگه به چه دردی میخوره خب خاک خورده باشه کلی خاطرات هم گوشه ذهن همه آدم ها خاک خورده باید همینطوری اونا رو رد کرد یادت اکبر وقتی کلاس سوم راه نمایی بودم شاگرد اول شدم آقا جون اینو برام خرید یادم همون تابستون من برای همه تو با همین لباس دوختم اصلا همه این باعث شد که من درس خوندن رو جدی بگیرم تو دانشگاه قبول بشم چجوری دلم بیاد بذارم از این خونه بره حیفه به خدا مگه نه اکبر آره واقعا حیفه من یادم میاد وقتی آقا جون این چرخ خریدی برای تورنج خرید تیبونی تورنج یه دستش قلم بود یه دستش نخ و سوزن اصلا این چرخ خیاطی نبود تورنج درس خون نمیشد ببین این خیلی مهمه ببین این اکبر همین الان اینو میبری میذاری یه جای مطمئن تو انبار مطمئن باشه حالا بعدم میبری همین الان من خیلی خوب نفهمیدم این سماور عزیز گذاشته برای جهیزیه من اینو چرا آوردین بیرون من نگفتم اینو اکبر اکبر سری اینو میبر میذاری تو انباری تا نبردنش ببر
باکتری این یکی ملس شدیم. من نمیفهمم خدا چی بفروشیم. بابا بیا بشین اینجا تو هم. بابا فقط دو سه ماورو چرخ حیاتی نیستش که من نمیگم اینجا کلی جنس دارم تو برای من اینها برش دار ببرین دیگه مال خودمه. این دیگه خاطر ماتر نداری ازش؟ تلخی شیرینی ملسی گسی. آقا جان من میگم این سماور مال خودمه، یعنی مال مادرم بوده به من رسیده. این سماور رو بردو ببر خیلیشو ببینی. قاسم دلت میاد این سماور رو بدی بره؟ حیف نیست؟ چه حیفیه؟ این یادگار مادره. یادت اون وقتا که ما بچه بودیم مادر با همین سماور برای آقا جون چایی درست میکرد، من و تو کنار همین سماور مینشستیم، بعد مادر چایی رو میذاشت جلو آقا جونو، آقا جون اینقدر آروم و با مکس طولانی حرف میزد که چایش سرد میشد، بعد مادر چایی رو برمیگردون تو قوری و دوباره یه چایی دیگه. آره یادمه. ولی یادم هم هست که یه بار آب جوشیده این سماور ریخ رو پام و پام و سوزون. اینم بگو دیگه من نمیخوام این سماور اینجا باشه. نه احتیاطی خودت. نه خیر پایش لق بود پام و سوزون. آقا ورش دار ببریم. این سماور منو یاد روزای خوش زندگی میندازه، نمیفروشیش. منم یاد روزای تلخ زندگی میندازه. آقا بهت میگم ورش دار ببر. ببین اگه این سماور رو بفروشی اون وقت من خودم آتیش میزنم. من دلم برای این سماور میسوزه. یکی رو روزای خوش زندگیشون میندازه، یکی رو روزای بد زندگیشون میندازه. اصلا بله عجیبه. بالاخره تکلیف ما چیه؟ فروشی هست نیست؟ چیه فروشی نیست؟ فروشی هست. جهیزی خودم فروشی نیست. آقا جان من میگم منو یاد خاطرات تلخ زندگی میندازه. ورش میداری یا نه؟ ورش دار. ببین دارم چی بهت میگم آقا. اگه دست بهش بزنی اون وقت من میدونم باید چیکار کنم. چش خانم هر چی شما میگین. پس بالاخره تکلیف من بدبخت چیه؟ من چی از اینجا ببرم؟ بردار همین فیت نفتو ببر. نفت چه درد میخوری آشغالی؟ یادته اون وقتا که حمید 3 ساله بود اومد از همین فیت نفت خورد و چند روز افتاد توی بیمارستان؟ سالم هست؟ بله که سالمه. فیت نفتو عرض میکنم خانم. من فکر میکنم سوراخ احمد برای اینکه انتقام خواهرش از این فیت بگیره احتمالاً سوراخش کرده. بیا بیا اینها وردار این لگن رو ببر که نمیخوام اصلا ریختش رو ببینم. از بس که من بچگیام باب جوش منو داخل این شستن و اصلا یه حس عجیبی نسبت بهش دارم. ورش دار ببرم که هر موقع میبینمش حالم بد میشه. اصلا میدونی چیه؟ من نه خاطرات تلختون رو میخوام نه خاطرات شیرینتون. ما دست خالی از این خونه میذاریم میریم. همه چی ارزش داره. مرد صبح کجا میری؟ بابا من نمیخوام چی؟ یعنی چی؟ بابا مگه دوره؟ بابا من نمیذارم اینجا. بابا چی نمیخوام آقا؟ بابا گیری افتادیم ما. الله اکبر. اکبر بزن. بابا این مالی بلاخره کاسب شدی؟ بله خیلی. یه مش خاطرات تلخ و شیرین که هیچ بقالی یه پاپاسی هم بابتش نمیده. بیا کارت دارم. بیا اینجا. بیا بابا بیا. ما با خاطراتمون خوشیم پدر آموزیده. بله. از چی بگم وسط؟ قالی قالی چای جهاز خوشیامون، شادیامون، اعصاب بازی هایی که ما رو یاد بچگی همون مینداخت. چی بگم دیگه ارز کنم حضورتون که ببین گوش کن داره تو سب کن. چرخه خیاطی، دوچرخه، نمیدونم چراغ سفیتله نفتی. آخ 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 یاد چراغ سفیتله افتادم. یه چراغ سفیتله قدیمی نفتی داشتیم ما. این عیال ما بارها و بارها رو این آبگوش بزباش درست کرده. چه آبگوشتی؟ حیف شد. حیف که فروخته بشه. جیگرم سوخت. اما عیار ما نمیدونه که من فروخته میشه. خیال میکنه من یه جوری گم و گورش کردم یا خودش گم و گور شده. میدونی که از کدوم ها؟ آره میدونم.
از همون آبیا سفین رفته قدیمیا. آبیا آره، اتفاقا یه دونه چه تای ماشین دارم. خب همین امروز صبح از این همسایه تای کوچه‌تون خریدم، 200 تومن هم خریدم. تای کوچه 200 تومن؟ برو بیارش ببین، برو بیارش ببین، برو. خدا کنه خودش باشه. آخ آخ آخ، این توبه خانم ما هنوز شش پشت دنبال اون چراغ سفید دیده است. خدا به 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 دیگه به خودشه. بله خودشه. خدا میدونه توبه خانم این نگاه کنه چه حالی بهش دست میده. میخرمش. میخری؟ آره میخرمش. شرمنده، من اومدم جنس بخرم، نمیدونم بفروشم که. لوتی دل ما رو نشکن، بزینی برای عیالم بخرم براش ببرم. حالا که بهت ارادت پیدا کردیم به هر حال چیکار کنیم دیگه، برای که خانومتون هم خوشحال بشه ابی نداره. چند؟ قابلی نداره. چند؟ نه بابا قابلی نداره. بابا چند میگم؟ شما 50,000 تومن بدید. نفهمیدم 50,000 تومن؟ بله. اینجا رو خوندی تو؟ چطور مگه؟ مگه تو همین الان نگودی از ته کوچه خریدی 200 تومن؟ 200 تومن؟ من گفتم. تو گفتی؟ کی؟ همین الان. کجا؟ همینجا. اختیار داری. من گفتم اگر یکی لنگشو پیدا کنه 200 تومن مشتلق میدم. که تو گفتی. بله. باشه با حرفی نداری. پس اجازه بده دامادم قاسم آقا بیا اینو یه نگاه بکنه. اون کاسب آخه زبون شما رو هم خیلی خوب بلده. همون خط بلنده؟ خط بلنده. من نوکرتم. بذار بریم به کاسمو برسیم. هر چی بخوای بدی. اصلا مال خودت. نه من نوکرم. واسه کارت واسه ببین چی میگم به صاحب کو. اینو ببین چقده. ببین چقده. واسه من دیگه کار دارم نمیتونم تا. بیا بابا. آه بلم. ای بابا. نویسنده ندیدیم اینقدر تنبل باشه. چی شد؟ عجب شانسی. قاسم آقا اینه بگه گوشه انبار یه جای خاطر جمع ها، اینه بذارش اونجا، مال تو بخارمه، امانتشه. آخه دیگه جا نیست ولی تو بخارم ها، شناس فکر قدیمی پیدا شد. چی فکر میکردیم چی شد؟